صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد که موارد ابتلا به وبا در یمن شاهد افزایش سریع بوده و از ابتدای سال جاری تا کنون به مرز 60,000 مورد در تمام استانهای یمن نزدیک شده است. در ادامه به گزارشی که همکارم از آخرین وضعیت بهداشتی در یمن تهیه کرده توجه فرمایید. یونیسف موارد ابتلا به وبا را همراه با افزایش سریع عنوان نمود و تأکید کرد که از ابتدای سال 2024 تا کنون تعداد مبتلایان به مرز 60,000 مورد در تمام استانهای یمن نزدیک شده است. بر اساس آمار جدید طی دو هفته گذشته بیش از 21,000 مورد جدید ابتلا به وبا ثبت شده است که نشان می‌دهد میانگین روزانه حدود 1400 مورد ابتلا جدید است که رقم نگران کننده می باشد. یونیسف چندی پیش هم در گزارشی درباره وضعیت بشر دوستانه در یمن اعلام کرده بود که بین اول ژانویه تا 31 مارس 2024 نزدیک 20,000 مورد مشکوک به اسهال و وبای حاد در استانهای شمالی و مناطق تحت کنترل حوثی‌ها گزارش شده است. این گزارش حاکی از آن است که 47% از موارد گزارش شده در شرایط بالینی حاد و شدید هستند. شیوع این بیماری عمدتاً ناشی از سیستم بهداشت عمومی در این منطقه بحران زده جهان است که تقریباً یک دهه از جنگ فرسوده شده و منابع بهداشتی در آن از جمله واکسن کاهش یافته و با کمبود شدید منابع مالی و مواد غذایی روبرو می باشد. در گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در یمن در ماه جولای سال 2023 نیز به تشدید بیماری حصبه در یمن اشاره و تأکید شده بود که 88% کودکان مبتلا به این بیماری هیچ دوزی از واکسن را دریافت نکردند. کارشناسان بهداشت بر این عقیدند که با استفاده از واکسن از حصبه، فلج اطفال و سایر بیماری‌های در حال گسترش در یمن که بدترین بحران انسانی در جهان را تجربه می‌کند، می‌توان جلوگیری کرد. در این گزارش تأکید شده بود که می‌توان از بسیاری از همه‌گیری‌ها و بیماری ها از جمله سرخک، فلج اطفال، سیاه سرفه و دیفتری در کودکان واکسینه نشده که درصد زیادی از مبتلایان را تشکیل می دهند با تأمین به موقع واکسن و دارو پیشگیری کرد. یونیسف در گزارش آوریل 2023 خود نیز از مرگ 41,000 کودک در یمن طی سال گذشته در نتیجه بیماری های قابل پیشگیری خبر داد. این سازمان در این گزارش گفته بود که هر 13 دقیقه یک کودک بر اثر این بیماری ها جان خود را از دست می دهد. از سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران دعوت کردیم تا پیرامون این گزارش توضیحاتی را ارائه دهند. سلام علیکم خدمت حضرت عالی و همکاران و بینندگان محترم بخش خبری در خدمت هستم. بزرگوارین، جناب آقای جوادی، چه راهکاری برای بهبود وضعیت بهداشت و غذا در یمن با توجه به بحرانی بودن آن وجود داره؟ بفرمایید. ارزم از باب کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیت، عرض تأسفم رو در این عصر از ظلم و ستمی که بر مسلمانان علی خصوص مردم از نام یمن روا دسته ابراز میکنم. متاسفانه کمک‌های ناکافی بین المللی و روش نامناسب توزیع و غیر سیستمی غذا و دارو و امکانات بین حدود 19 میلیون نفر، اون هم در کشوری که تقریبا تمام زیرساخت‌ها و کارخانجات و سیستم مدیریت و منابع انسانی متخصص منهدم شده، از وضعیت بحران واقعا فرار رفته و به فاجعه اسفبار نزدیک است. کودکان و زنان معمولا آسیب پذیرترین قشر ها در این نوع بحران و فاجعه ها هستند. در جان باختن حدود 60,000 کودک قابل پیشگیری بود مثالی از این وضعیت. همونطور که در گزارش همکاران محترم اشاره شد،
شیوع گسترده وبا و حصبه و بیماری های گوارشی و واگیردار، فلج اطفال و عدم فعالیت آموزش پرورش در حال معیوب و قطع نصب کردن یمن. باز هم تاکید میکنم دخالت و کمک کشورهای اسلامی خصوصا ایران و عربستان، عراق و قطر و سایرین میتونه کمک بسیار بزرگی باشه و پیشنهاد مشخصی رو میخوام این دفعه ارائه کنم و استدعای عاجزانه از محضر مرجع آگاه و محبوب جهان اسلام حضرت آیت الله العظمى شیرازی با توجه به مقبولیت بین المللی و عامه و مدیریت بسیار عالی ایشون اینه که گروه کارشناسی و عملیاتی و برزیده و کارگانی رو تشکیل دادن و بنده هم در خدمت هستم که کاری از آن بردیم که این هیئت‌های مختلفی رو برای گفتگو و صلح به عربستان و یمن و ایران برای فراهم کردن زمینه صلح و حفظ منافع مردم یمن فراهم بیارن. سیستم کمک رسانی و تغذیه و دارو و بازسازی زیر ساخت ها با نظر مفید و اثر گذار ایشون شروع بشه. همچنین از سایر شخصیت ها و افراد تاثیرگذار بین المللی ایشون دعوت رو عمل بیارن تا در یک حرکت جمعی بین المللی بتونیم این معضل رو حل کنیم و ایشون دستور بفرمایند. تاکید بندن اون واقعا یکی از مسائل مهم اینه که برخی از کشورها دست از قربانی کردن یمن برای منافع زودگذر بردارن و به خاطر انسانیت از این فاجعه بزرگ جلوگیری کنن. من میدونید که واقعا کودکان در وضعیت بسیار اسفباری هستن. به نظرم اصلاح این سیستم ها و به فوریت عمل کردن بسیار مهمه در این زمینه و مدیریتی که واقعا در وجود این مرجع بزرگوار سراغ دارم و استدعا هم اینه که ایشون واقعا وارد بشن و قول میدم که حتما تاثیرگذار باشن و این فاجعه رو بتونیم جلوگیری کنیم. من در خدمت هستم اگر امری باشه. بله، با تشکر از سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران که پیرامون این گزارش توضیحاتی ارائه دادند.